اسمم محمدرضا درویشی، متولد 25 مهر 1334 است. در شیراز کار موسیقی رو از 10-11 سالگی شروع کردم با نواختن ویولون در شیوه ایرانی. در کرانش پیانو زدم. بعد منو بردن به اداره امور تربیتی شیراز، سازهای بادی مختلف مثل ترومپت، ساکسیفون دستم دادن، ما رو بردن اردوهای رامسر، بچه بودیم. اونجا تو مسابقات مختلف شرکت میکردیم. ما رو یه مدتی تو دوره محصلی بردن، تو مسابقه برنده شدیم. ما روی یه اکیپی از محصلای سراسر ایران یه دوره 45 روزه با اتوبوس بودن اروپا. من خانواده من اساسا اهل هنر نبود، این خیلی مثلا تصادفی بود. یکی از افراد خانواده من در یه تعطیلات تابستانی منو برد به کلاس ویولون اداره امور تربیتی شیراز، که من مثلا این سه ماه تابستون سرم گرم شه. بعد من دیگه مدرسه‌ام که شروع شد ول نکردم دیگه. اون سازم هم قرضی بود، مال اداره امور تربیتی آموزش پرورش بود، دیگه هم پسشون ندادن. این مون تا سالها دیگه پیش من. بعدش خودم رفتم کلاس پیانو ثبت نام کردم دیگه از جیب خودم. بعدش هم که باز همین اداره امور طبیعتی ما رو خواست برای دستجات موزیک نظام نوجوان ها، توی اونجا خود به خود پای ساز بادی وسط اومد و ترومپت و ساکسیفون و نمیدونم ترومبون و اینجور چیزا زدم تا دیپلمم رو گرفتم. هیچ سابقه موسیقی هم تو خانواده من نبود. خانواده من از حد دو سمت مادری و پدری، اجداد من تو کاری صوفیگری بودن. این فامیلم که روی من مونده درویشی به همین خاطره. بعدش هم که سال 53 من کنکور دانشکده هنرهای زیبا گروه موسیقی دادم و دیگه کلن دیگه آمدم تهران و دیگه به شکل حرفه‌ای مشغول کار موسیقی شدم تا سال 57 قبل از انقلاب که درسم تموم شد، که دیگه افتادیم تو جریانات انقلابی و یادمه که دو سه تا بورس تحصیلی من داشتم. یکی چون شاگرد اول شده بودم تو دانشگاه تهران، بورس خود دانشگاه تهران رو داشتم. اون موقع هنوز شاه بود، چون من خرداد 57 درسم تموم شد. منطقه رس بود که دانشجوهایی که در هر دانشکده شاگرد اول می شدن باید می رفتن شرفیابی با همون لباس های مخصوص فارغ التحصیلی و اینا. خب اون موقع افکار ما انقلابی بود و اینا، طبعا ما نرفتیم. اون بورس دانشگاه تهران از ما گرفتن. خب اینا همه از طرف من موضوع خیر و برکت شد. یک بورس دیگه یک دانشگاهی بود اون موقع به نام دانشگاه فارابی، که بعدن مجموعه دانشگاه فارابی و دانشکده هنرها تزیینی و
یک دانشگاه دیگه اینا در هم ادغام شد، مجموعه شد دانشگاه هنر. یه بورس دیگه هم از طرف دانشگاه فارابی من داشتم که اون هم خود به انقلاب منحل شد. این دو بورس مال آمریکا بود. من چون کار میکردم در کانون پرورش فکری، یک بورس هم خانم لیلی ارجمند که مدیر عامل کانون پرورش فکری بود، چون من خوب کار میکردم در کانون پرورش فکری، یک بورس هم برای ژاپن به من دادن. این بورس رو برای ژاپن به من ندادن، خود دولت ژاپن یک سهمیه‌هایی رو میداد، این بورس مال ژاپن بود. گفتم من نمیرم، اصلا داره تو کشور انقلاب میشه، من میخوام تو کشورم بمونم. اینا همه باعث برکت شد اصلا برای من، چون اگه من میرفتم معلوم نبود که چی در میاد از رو. همچنان که خیلی ها رفتن از همکلاسی های من، از استاد های من، و یه جور دیگه شدن اصلا، اصلا به یه مسیرهای دیگه رفت افکارشون، موسیقیشون، حاصل زندگیشون یه جور دیگه شد. این انگار تقدیر من این بود که در کشور خودم بمونم. استادام همه خیلی خوب یادمه. من اگرچه موسیقی رو با موسیقی ایران شروع کردم، یعنی ویولون ایرانی می زدم و اون موقع کتابای مرحوم ابوالحسن سبا رو می زدم، منتها تو دانشگاه با موسیقی غربی وارد شدم و از همون سال اول شروع کردم به آهنگسازی. خب اون موقع فضای دانشگاه فضای خوبی بود، یعنی هم استاد خوبی در زمینه موسیقی ایرانی، یعنی منظورم موسیقی دستگاهی ایران بودن، هم استاد خوبی در زمینه موسیقی غربی بودن. مثلا استاد خیلی از سازها استاد خارجی بودن که تو ارکستر سمفونیک یا ارکستر اپرا کار میکردن. مثلا فرض کنون آقای ملک اصلانی هم استاد پیانو بود، خانم لوست دلین استاد پیانو بود، خانم پری برکشی استاد پیانو بود، دکتر هرمز فرحت بودن، مهدی برکشلی بودن، اینا استادای ما بودن، مرحوم محمد تقی مسعودیه بودن، اینا هر کدومشون مثلا یه وزنه هایی بودن، مرحوم پرویز منصوری بود، مثلا توی ردیف نورالی خان برومن بود، از قرباری مثلا برای یه تخصص کمونچه هم بیومد، آقای شجریان گاهی سری میزد. یعنی ساعت اساساً مخصوصا تو اون سالهای بین مثلا 53 تا 57 یک دوره طلایی بود، یعنی دهه 50 تا شروع انقلاب. الان هم که شما نگاه بکنین تمام فعالین اصلی و کلید موسیقی فارغ التحصیل همون دوران هم. نه بعدش نه قبلش، از آقای لطفی گرفته خدا بیامرز تا پرویز مشکاتیان، تا همین آقای داوود گنجه‌ای، تا کامبیز روشن روان، تا حسین علیزاده، تا داریوش طلایی، تا هوشنگ کامکار، کسی که همین الان مثلا جز فعالین عرصه موسیقی هست، همه فارغ التحصیل های همین 4-5-6 سال هست. بعدش خود مثلا یه چند سالی به انقلاب فرهنگی بسرم که باز شد، چیز خاصی از توش بیرون نیومد. قبل از سال پنجام سالها گروه موسیقی دانشگاه تهران بود، چیز خاصی باز از توش بیرون نیومد. این سالها یک سالهای طلایی بود، به خاطر اینکه به خاطر در واقع جمع شدن یک ترکیب خاصی از استادان خبره، هم در موسیقی دستگاهی و هم در موسیقی غربی. مثلا من یادم استاد رهبری داشتم، مرحوم حشمت سنجری. بعد حشمت سنجری دیگه مشغله داشت، پسرش فرشاد سنجری میومد به ما رهبری درس میداد. یه استاد دیگه من داشتم، تیبو پستای، رهبر ارکستر اپرا بالت بود، یه جوون
امریکایی لهستانی بود، اصل بود، که من پیشش آهنگسازی دودکافونیک هم کار میکردم، خصوصی میرفتم خونهش. یا مثلا دوت مرحوم روبی گرگوریان، آهنگساز قدیمی که 1924 کلن از ایران رفت بوستون، شاگرد پرویز محمود بود، یعنی شاگرد 3-4 نسل قبل از ما. اینو دعوت کردم به دانشگاه تهران. این یک موقعیت بود برای آدمای تشنهی مثل من. خب اینا بعدش که نبود، قبلش هم نبود، که امروز تک و توک از اون استادا زنده است. فقط مثلا دکتر هرمز فرهاد در دوبلین ایرلند جنوبی زنده است، آقای شاهین فرهاد الان زنده است، آقای پژمان زنده است، همشون رفت. اینی که شما فرمودین که یه خاطره از بچگی بگو، من قائل به گذشته نیستم. البته خاطرات کهنه تو ذهن آدم بیشتر میمونه تا اینکه بگی مثلا دیشب چی خوردی. آینده دارم که ما خبر نداریم چه اتفاقی میفته. من قائل به لحظه. اگر این لحظه رو بنویسی یه چیزی میمونه برای آینده، اگر ننویسی این لحظه ابدیته. پس بخشی از افکار و عقاید و ایده های ما اساسا میپیونده به ابدیت، اصلا امکان ارجاع دیگه نداره. من لحظه تولدم یادمه دیگه، چی رو توضیح بدم؟ کجاش رو توضیح بدم؟ هیچ کس قبول نمی کنه هرچی بیشترم توضیح بدم کار خراب. چون من معتقدم انسان حتی اگر 30 ثانیه زندگی بکنه، تو اون 30 ثانیه میتونه عاشق بشه. عاشقی حتما نباید 18-20 سالش بشه. حتی 1 دقیقه هم زندگی بکنه، تو اون 1 دقیقه میتونه عاشقی کنه. منتها سری حرفا امروز برای ذهنهایی که خیلی پیچیده شدن، من خیلی روان صحبت میکنم، ذهن امروز خیلی پیچیده شدن، حرفای روان براشون ثقیل شده، چون بی خودی ذهنشون پیچیده شده، حرفای روان براشون ثقیل شده. من میگم یه بچه‌ای که یه روزشه میتونه عاشق بشه، میگن این بابا دیوونه شده. چرند خب بریم. Thank you.